نزدیک به 300 دانشجوی بانو از این لیلیه مستفید خواهد شد. این خوابگاه چهار طبقه آناس دارای 68 اتاق مجهز با یک تعام خوری برای دانشجویان این دانشگاه ایجاد شده است. مسئولان وزارت تحصیلات عالی کشور می گویند 8 پروژه‌ای که افتتاح شده است، خوابگاه دانشجویان آناس، سالن تعام خوری، مرکز انکشاف مسلکی اساتید، مرکز ارتقای کیفیت و ارتباط دهی دانشگاه، مرکز مشاوره دهی کودکستان و پروژه آی سی تی مجهز به مرکز کامپیوتر لب را شامل می شود که مجموع بودجه این پروژه ها بیش از 177 میلیون افغانی می باشد. مقامات وزارت تحصیلات عالی کشور در سفر به این ولایت می گویند که دانشگاه های کشور سرمایه های ملی ما است. اینا سرمایه ها و ملکیت های ملی ما هستند. در هر پانتون ما که ببینیم از سراسر کشور جوانای ما به تحصیل مصروف هستند. لحاظا انکشاف همه از اینا سرمایه ملی ما هست و در این هر کسی که زحمت میکشه، کار میکنه، قدم میبرداره، ما از همشان قلبا تشکری میکنیم و این کوشش هایشان صد فیصد حمایت میکنیم و هر نوع مواردی که در این قسمت نیاز باشه وزارت تحصیلات عالی امام شما همکار است و هم در خدمت شما است. این دانشجویان از افتتاح این پروژه ها در این دانشگاه ابراز خرسندی نموده و تحصیل در این دانشگاه را برای بلند بردن ظرفیت علمیشان ارزنده می دانند. خوشبختانه خوشحال شدیم که امروز لیلی ما افتتاح شد و ما بعدی کمبوداتی که داشتیم رهایی یافتیم و این امکانات واقعا خیلی برای توانمندی و ظرفیت سازی امی محصلین بخصوص امی بانوان خیلی مؤثر است. واقعا جای خوشحالی است که اینقدر امکانات هم از لیلیه برای دختران و همچنان و این بخش اینترنتی و یک مرکز مشاوره و راهنمایی که مخصوص هم تک فردی است گروهی است برای محصلین و خانواده‌اش واقعا جای خوشی است. در همین حال مسئولان دانشگاه بامیان در این ولایت میگویند که این دانشگاه از عدم امکانات و نبود اساتید کادرهای علمی و مسلکی روبرو است. با همتون بامیان با کمبود شدید بستهای علمی یعنی کادرهای علمی بست کادر علمی و همچنین اداری مواجه است. ما به خاطر از انکشاف تحصیلی خوب داشته باشیم و تحصیل با کیفیت برای افغانستان برای فرزندان ای وطن ارائه بکنیم و همچنین نسل های خوبی را تربیت بکنیم، ما ضرورت به داریم که کادرها و یا نسبت استاد و شاگرد در یک قسمت بالا برده شود. اما با اون هم شماری از این دانشجویان در این دانشگاه از عدم امکانات مناسب نبود فضای سبز کتابخانه شکایت دارند. خاص ما است که در قسمت جای دانشگاه، یعنی دانشگاه ما در محیط کاملا خشک و بیابالف است، میخواییم که در این قسمت رسیدگی کنن و نبود کتابخانه. از سوی هم دفتر مقام ولایت بامیان میگویند امیدوار است که دانشگاه بامیان به عنوان یک دانشگاه مادر در سطح کشور تبدیل شود. امیدوار هستیم که پانتون بامیان به عنوان یک پانتون محور مرکز و پانتون مادر در حوزه کاری که شما برش تعریف میکنید یکی از ارکان مهم علمی و اکادمیک در سطح کشور بوده باشد. پس از افتتاح 8 پروژه در این دانشگاه، مسئولان وزارت تحصیلات عالی کشور وعده دانشکده طب را نیز در این دانشگاه داده است. در دانشگاه بامیان، دانشکده های زراعت و مالداری، تعلیم و تربیه، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، اقتصاد، زمین شناسی و شرعیات فعال می باشد که بیش از 7000 دانشجو در 36 رشته تحصیلی مصرف تحصیل هستند که 40% این دانشجویان را بانوان تشکیل می دهند. علی سامی، تلویزیون بامیان.